سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 ماه قوس سال 1392 هجری خورشیدی و 9 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. بدبینی رئیس جمهور ایران نسبت به حضور نیروهای خارجی در افغانستان. واکنش اعضای مجلس نمایندگان در برابر پیمان امنی کابل و تهران. کاربرد دو رنگ متفاوت برای نشانی انگشتان رای دهندگان در انتخابات. خشونت ها در عراق بار دیگر قربانی گرفتند و آمادگی برای نصب دومین توربین نیروگاه کجکی. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم یادبود نلسون ماندلا به افریقای جنوبی رفت. مسئول دفتر رسانه های کاخ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه‌ای میگوید که در این سفر شمار از مقام های دولتی نیز رئیس جمهور را همراهی می کنند. گفته می شود که در این مراسم شمار از زیاد از رهبران سیاسی کشورهای جهان شرکت خواهند کرد. نلسون ماندلا رهبر مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و رئیس جمهور پیشین این کشور. مامداد روز جمعه به عمر 95 سالگی درگذشت و قرار است به روز 15 ماه ربان میلادی به خاک سپرده شود. رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حضور نیروهای خارجی را در افغانستان یک خطر جدی برای ایران و منطقه میداند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در سفر به ایران با همتای ایرانیش توافق کرد که یک پیمان دوستی و همکاری های دراز مدت را میان کابل و تهران در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی امضا شود. در همین حال برخی از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان نامزدان از رئیس جمهور کرزی می خواهند تا خواست و منافع مردم افغانستان را بالاتر از خواست هر کشور بداند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. همزمان با بن‌بست رسیدن امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، رئیس جمهور کرزی در سفرش به ایران درباره امضای یک پیمان دوستی و همکاری درازمدت با ایران موافقت کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدارش با رئیس جمهور کرزی حضور نیروهای خارجی را در افغانستان یک خطر جدی به ایران و منطقه میداند و میگوید که نظام ایران از تنش‌های رو به افزایش که ریشه در ادامه حضور نظامیان خارجی در منطقه دارند نگران است. سفر رئیس جمهور کرزی به ایران واکنش برخی از نامزدان انتخابات و معاونان برخی از نامزدان را برانگیخته است. رئیس جمهور باید خواسته های مردم افغانستان رو بخواهد، نه خواسته های یک کشور یا دیگر کشور، ولو که اونا همسایه و دوستم باشه. این حرکت ها و این سفر ها نتانه بر اراده و عزم سیاسی افغانستان تاثیر بگذاره که سیاست های خارجی خودش یک جانبه تنظیم بکنه. و من امیدوار هستم، بازم در پایان میگم که سفر رئیس جمهور ما در ایران کمک کنه که بتانه هر چه زودتر موافقت نامه را با آمریکا امضا بکند. در همین حال معاونان برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان امضای بیدرنگ پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن شدند. امضای پیمان امنیتی با آمریکا یکی از مسائل است که بسیار زیاد در زندگی افغان‌ها نقش مهم و اساسی داره، مخصوصاً نه تنها در زندگی امنیتیشون، یعنی در بخش امنیت، بلکه در بخش اقتصادی هم تاثیر بسیار بزرگ داره و من یقین دارم و به این باور هستم که پیمان امضا میشه. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان و همسایه با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن موافق هستند، ایران یگانه کشوری است که با امضای این پیمان مخالفتش را به گونه رسمی اعلام کرده است. مقام های ایرانی می خواهند تا تمامی نیروهای خارجی از افغانستان و منطقه بیرون شوند و امنیت افغانستان به خود نیروهای امنیتی افغان واگذار گردد. توافق تهران و کابل برای امضای یک پیمان دوستی و همکاری در میان موج از تنش‌های افغانستان با آمریکا منافع افغانستان را زیان خواهد رساند.
شمار از نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست‌های نادرست رئیس جمهور کرزی میگویند که توافق تهران و کابل برای امضای این پیمان در اوضاع کنونی روابط کابل و واشنگتن را تیره‌تر خواهد ساخت. این نمایندگان میگویند که افغانستان به متحد نیاز دارد که نیازمندی‌های ارتش و پلیس ملی کشور را برآورده سازد، نه به کشور مانند ایران که همیشه در تلاش ویرانی افغانستان بوده است. صالح سادات گزارش می‌دهد. توافق تهران و کابل برای امضای یک پیمان دوستی و همکاری میان دو کشور با واکنش‌های تند شماره از نمایندگان مجلس روبرو شده است. این نمایندگان مجلس این کار رئیس جمهور کرزی را برخواسته از سیاست‌های نادرست او می‌دانند و می‌گویند که هرچند بستن پیمان‌ها با کشورهای دیگر در گسترش روابط افغانستان سودمند است، اما در اوضاع کنونی که تنش‌ها میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره امضای پیمان امنیتی با آمریکا بالا گرفتند، چنین کارها از سوی حکومت افغانستان می‌تواند به زیان این کشور تمام شود. هرگاه آقای کرزی خواسته باشه جدای از مناسبات دوستانه میان افغانستان و همسایگانش، از توسعه مناسبات با یک کشور همسایه به عنوان اهرم فشار و ابزار در روابط افغانستان با متحدین غربیش از جمله ایالات متحده آمریکا استفاده بکنه، من فکر میکنم که این مغایر با منافع ملی و امنیت افغانستان خواهد بود. پیش از رفتن رئیس جمهور کرزی به تهران، وزارت خارجه ایران مخالفتش را با امضای پیمان امنیتی کابل و واشنگتن اعلام کرده است. این نمایندگان میگویند که رفتن رئیس جمهور به ایران در اوضای کنونی به گونه توجه به نگرانی های ایران میتواند بود. همکاری استراتژیک را ما نمیتونیم که با هر کشور به خاطر زیک آزردنشان داشته باشیم. ما تنها همکاری استراتژیک و دراز مدت را ضرورت افغانستان ایجاب میکنه که با کشورهایی داشته باشیم که عملا آمادگی تجهیز، تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده بگیره و صداقت کافی را در این راستا داشته باشه. در همین حال معاون اول مجلس سنا بستن پیمان‌ها را از سوی افغانستان با کشورهای دیگر به سود افغانستان می‌داند. ما از همه موافقتنامه‌های استراتژی، قراردادهایی که با همه دول خارجی، چه کشورهای همسایه ما باشه، چه کشورهای منطقه باشه و چه کشورهای اروپایی باشه، آمریکایی باشه، استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که مردم ما و دولت ما از مفاد موافقتنامه‌ها سود ببرند. رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه به تهران رفت. رئیسان جمهور افغانستان و ایران در نخستین دیدارشان برای امضای یک پیمان دوستی و همکاری دراز مدت میان دو کشور توافق کردند. گفته می شود که این پیمان در برگرینده گسترش روابط دو کشور در راستای تامین صلح و امنیت منطقه‌ای و گسترش روابط ترانزیتی میان دو کشور خواهد بود. تامین امنیت مرزهای پاکستان با افغانستان سوی اسلام آباد می تواند تا اندازه زیاد به برگزاری سرتاسری انتخابات در کشور کمک کند. معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش جنوب آسیا با بیان این مطلب میگوید که امنیت، احتمال تخطی در انتخابات و وضع هوا چالش های اصلی در برابر انتخابات افغانستان خواهند بود. از سوی دیگر این مقام پیشین آمریکایی درباره پیمان افغانستان با ایران میگوید که نزدیکی افغانستان با همسایگانش به سود افغانستان است. طارق مجیدی گزارش میدهد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور، بر تأمین امنیت مراکز رای‌دهی و رای‌دهندگان بیش از هر زمان دیگر تاکید می شود. معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برای جنوب آسیا نقش کشورهای همسایه را در تأمین امنیت انتخابات مهم می داند. ما به پاکستان توصیه کردیم که پاکستان در راستای امنسازی بخش‌های مرزی گام بردارد، کاری که در انتخابات سال 2004 انجام داد. رئیس جمهور کرزی به ایران سفر کرده است و درباره قرارداد امنیتی درازمدت با ایران صحبت می‌کند. اگر من رئیس جمهور کرزی می بودم، درست همین کار را می‌کردم و می‌کوشیدم تا روابط خوبی با همسایگان خود برقرار کنم. به باور معاون پیشین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، نهادهای انتخاباتی و نامزدان گفتگوهای زیادی درباره چالش‌ها در برابر انتخابات داشتند که برای رفع نگرانی‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
Well, I think that there are three principal challenges. من فکر می کنم سه چالش عمده در برابر انتخابات افغانستان وجود دارد. یکی امنیت، دوم خلاف‌ورزی های انتخابات و سوم آن وضع هوا می تواند بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 ماه عمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار شود. این بار افغانستان برای نشانی انگشت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از دو رنگ کار خواهد گرفت. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که از رنگ هایی که در این انتخابات کار گرفته خواهد شد تا کنون در بسیاری کشورهای جهان کار گرفته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که این رنگ ها از 48 ساعت تا یک هفته از انگشت رای دهندگان پاک نخواهد شد، از همین رو جلوه چند بار رای دادن را خواهد گرفت. کریم امینی گزارش می دهد. در ادامه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، این بار کمیسیون مستقل انتخابات برای نشانی کردن انگشت رای دهندگان رنگ های تازه تهیه کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات دو رنگی را که برای نشان انگشت رای دهندگان در نظر گرفته است در حضور نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جامعه مدنی به نمایش گذاشت. در این انتخابات دو رنگ برای نشانی انگشت و شست رای دهندگان به کار خواهند رفت. هغه رنگ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې نیولی ده، څومره چې موږ ټیس کړی، حتی تر یوې هفتې پورې په هر قسمه موادو استعمال سره هغه د ګوتې نه ده تللی. او همدارنګه دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې لري چې په یو وخت دوه رنګونو څخه استفاده وکړي. یو هغه رنګ چې په تیرو ټاکنو کې هم په همغه شکل باندې چې ظاهره په ګوته باندې ښکارېږي، او په خوا کې بل رنګ نه هم استفاده وشي چې په ظاهر باندې نه ښکارېږي، اما کله چې لاسي چراغ یو مخصوص برق ورته واچول شي هغې سره ښکارېږي چې دغه رنګ استفاده شوی. نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری از کاربرد دو رنگ و نشانی شست و انگشت رای دهندگان خوشبین هستند، اما از احتمال کاربرد رنگ‌های تقلبی در انتخابات نیز نگرانی دارند. لحاظ ترکیب هنوز کمیسیون صرف میدانست که یک نوع رنگ سیلور نایتریت است یا نایتریت نقره و نوع دوم به نام یووی یا الترا وایلت توضیح دادند که در مورد ترکیبشان آگاهی نداشت. ولی ما مطمئن هستیم، ما امیدوار هستیم، مطمئن نیستیم بلکه امیدوار هستیم که امی رنگی که امروز در اینجا باعث امتحان قرار گرفت ای به محالات کاندیداتوری انتقال شود برای دهی. ناظرین ملی و بین المللی در اونجا تشریف دارند، نمایندگان رسانه ها تشریف دارند در محافل رای دهی و نمایندگان جامعه مدنی و خود نمایندگان کاندیدای ریاست جمهوری و شورای ولایتی در اونجا حضور دارند. دیگه اونا اگر میبینند که در رنگ کیفیتش مطابق با رنگی که در قرارداد مشخص شده نیست کیفیتش خراب است، باز در اون صورت میتونند با ما اطلاع بدن و ما هم ایره جدی پیگیری میکنیم. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز چنین نگرانی دارد. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که تمامی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات گرفته شدند و از تمامی گزینه‌ها برای برگزاری یک انتخابات شفاف و همه‌شمول کار گرفته خواهد شد. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. در انفجار یک بمب در عراق 8 تن کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های امنیتی عراق این انفجار امروز در شهر بقوبه این کشور رخ داد، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. در همین حال شمار از شهروندان عراق از افزایش خشونت های فرقه‌ای در این کشور سخت نگران هستند. افزایش حمله های هراس افغانانه در عراق به یک نگرانی جدی شهروندان این کشور مبدل شده است. به روز دوشنبه عراق باز هم گواه انفجار یک موتر بمبگذاری شده بود. این انفجار در جنوب شهر بقوبه رخ داد و مقام های امنیتی وضع بهداشتی شمار از زخمیان این رویداد را نگران کننده می دانند.
این مقام ها می گویند که احتمال دارد شماره تلفات این انفجار افزایش یابد. در همین حال شماره از شهروندان عراق از ناتوانی حکومت در پایان دادن به خشونت های فرقه‌ای در این کشور انتقاد می کنند. انفجار روز دوشنبه در شهر بقوبه در حال رخ می دهد که به روز یک شنبه بغداد نیز گواه یک رشته انفجارها بود. مقام های امنیتی عراق تایید می کنند که در این انفجارها در بغداد 39 تن جان باختند. پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از عراق، خشونت های فرقه ای در این کشور افزایش یافتند و سنیان حکومت نورالمالکی را به حاشیه راندنشان از قدرت متهم می کنند. به گفته سازمان ملل متحد از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 8000 تن در حمله های حراس افغانانه در عراق جانهایشان را از دست دادند. با این همچند گزارش کوتاه دیگر از جهان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. در این دیدار نواز شریف بر توقف حمله های هواپیماهای بی سرنشین آمریکا تاکید می ورزد و می گوید که ادامه این حمله ها بازیان پیکار با حراس افغانی در پاکستان است. چگونگی بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو که از نزدیک به دو هفته به این سو بستند از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بود. معترضان ضد حکومت در اوکراین مجسمه لینین رهبر پیشین جماهیر شوروی را ویران کردند. صدها معترض با پایین آوردن مجسمه لینین در شهر کیف آن را با چکش ها از بین بردند. اعتراضات ضد حکومت در اوکراین از نزدیک به دو هفته به این سو ادامه دارند. در حدود 60 رهبر جهان برای شرکت در مراسم یاد بود و تدفین نلسون ماندلا به افریقای جنوبی می روند. رئیس جمهور کرزی، باراک اوباما و دیوید کامرون شامل این رهبران هستند. ماندلا به روز 15 ماه روان میلادی در یک مراسم رسمی به خاک سپرده خواهد شد. و زیست شناسان در کولومبیا از زیر خاک در آوردن بازمانده یک خزنده دریایی که 130 میلیون سال پیش زندگی داشته است خبر می دهند. آنان می افزند که چنین خزندگان دریایی صدها میلیون سال پیش در اقیانوس جنوبی زیست داشتند. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. و این همچند خبر اقتصادی. توربین دوم نیروگاه کجکی با هزینه در حدود 72 میلیون دلار از کمک های نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا نصب می شود. مسئولان شرکت برشنا امروز با امضای پیمان این پروژه می گویند که با نصب توربین دوم در این نیروگاه 18.5 میگاوات برق دیگر به دست خواهد آمد. شهلا مرتضایی گزارش می دهد. پروژه را اندازی توربین دوم در بند برق کجکی در دو مرحله و با همکاری شرکت خارجی GFA عملی می شود که مرحله نخستیان ارزیابی و بکاراندازی توربین و تجهیزات است که پیش از این توسط ایالات متحده آمریکا در بند کجکی جابجا شدند. این مرحله 6 میلیون دلار هزینه برمی دارد و در 6 ماه تکمیل می شود و مرحله دوم که نصب توربین 18.5 میگاواتی است تا دو سال دیگر تکمیل خواهد شد. 20 مگاواتی که در کجکی اضافه میشه ما میتونیم یک تعداد زیاد جنراتورها را کم بسازیم و مردم قندهار و هلمند با برق نسبتا زیادتر که 20 مگاوات هم برق کم نیست، بسیار برق زیاد است. دیگر باز قدم های بعدی پلان است که کجکی دوم کار میکنن که هم 100 مگاوات امکاناتش است. یعنی این قدم است او بعدا سر از او کار میشه. با نصب توربین دوم صد کجکی یک گام مهمه در راستای عملی کردن امین اولویت ها قدم بخواد داشت. هزاران خانواده در هلمند و اطرافش و شمول قندهار از نعمت برق برخوردار خواهد شد. این بند از طرف ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. ساختن این بند برای مردم افغانستان سهولت های زیادی را به میان می آورد. ما متحد به کمک و همکاری به مردم افغانستان هستیم. مسئولان شرکت برشنا می گویند که نصب توربین دوم در بند کجکی در حدود 68 میلیون دلار هزینه برمی دارد و تا پایان سال 2015 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل.
یک دلار آمریکایی 58 افغانی و 20 پول، یک یورو 79 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی. بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم میرسعید صدیقی تقدیمتان خواهد کرد. تشکر همکار عزیز. خبرهای ورزشی را از کرکت آغاز میکنیم. اما پیش از آن باز هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی بین المللی کرکت مغلوب پاکستان شد. بورد کرکت افغانستان میگوید که شکست در برابر پاکستان تجربه بزرگی بود برای از میان برداشتن نقطه های ضعف تیم ملی کرکت کشور برای شرکت در جام جهانی بیست‌واره بنگلادش. از سوی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دیدار پایانی رقابت های انتر کانتیننتال کپ در برابر آیرلند به میدان خواهد رفت. رویارویی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی کرکت پاکستان به جهانیان نشان داد که کرکت در افغانستان پیشرفت سری کرده است. هرچند در این دیدار ملی پوشان کرکت کشور شکست خوردند، اما استادگی در برابر پاکستان و گرفتن امتیازها زنگ خطری را به کشورهای دیگر به صدا در آورد. برای پاکستان این بار تیم افغانستان به شکل یک زنگ خطر واری بودند و ما فکر میکنم که اگر در آینده پاکستان با تیم افغانستان روبرو میشه بسیار در خوف و در ترس خواهد بود. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت ننگرهار بازی کرکت میان افغانستان و پاکستان را از روی پرده های تلویزیون در خیابان ها تماشا میکردند. افغانستان دومرا مخی هیواد نده، پاکستان تصویری چی ورد نشد تیم ده، نو من گوستم دیر خوشای چه افغانستان دوست داری رخصت رو براونه کرده. افغانستان هر بچی تا دی اللہ تعالی دومرا ترکی ورگی چی ده کرکت تمخه اوکی. از سوی دیگر تیم ملی کرکت کشور فردا برای دفاع از مقام قهرمانیش در رقابت‌های انترکانتیننتال کپ روی در روی ایرلند می‌ایستد. این بار تیم ملی ما تمرینات بسیار خوبی داشته، مسابقات بسیار زیاد را انجام داده در امارات و امیدواری زیاد می‌رود که این بار هم قهرمان قاره‌های بزرگ جهان شود. دیدار پایانی رقابت‌های انترکانتیننتال کپ در آکادمی کرکت گلوبال در دبی برگزار خواهد شد. و اینکه نثار احمد بهاوی سفیر سواد در افغانستان شد. در محفلی که در کابل برگزار شد، وزارت معارف کشور این ملی پوش تکواندو افغانستان را به حیث سفیر سواد در کشور معرفی کرد. نثار احمد بهاوی 11 سال می شود که پیراهن تیم ملی تکواندو افغانستان را بر تن دارد و بیشتر از 15 مدال طلا، نقره و برنز را از رقابت‌های جهانی، آسیایی و منطقه‌ای به نام افغانستان ثبت کرده است. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 2. مزار شریف نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 8. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 10. و شهر هرات نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 2. برنامه‌های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.